موضوع خروج ارتش آمریکا از خاک عراق از جمله موضوعاتی است که از یکی دو سال پیش در محافل و مجامع مختلف عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در همین راستا نخست وزیر عراق و یک هیئت آمریکایی ضمن بررسی هماهنگی و همکاری مشترک در زمینه های مختلف بر اجرای نتایج گفتگوی راهبردی دو کشور از جمله خروج نیروهای نظامی تاکید کردند علی اکبری گزارش می‌دهد دفتر اطلاعاتی رسانی مصطفی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وی در شهر بغداد پذیرای یک هیئت دولتی آمریکایی به ریاست برک مکگورک هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید برای خاور میانه و شمال آفریقا بوده است بنابر آنچه در این بیانیه آمده الکازمی و هیئت مذکور شامل درک چولت مشاور وزارت امور خارجه آمریکا جویهود دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک و دانا اسرول معاون دستیار وزیر دفاع این کشور در امور خاور میانه در دیدار خود به بررسی هماهنگی و همکاری مشترک دو کشور در زمینه های مختلف پرداختند. در دیدار نخست وزیر عراق و هیات آمریکایی فعال سازی نتایج گفتگوی راه بردی میان دو کشور به ویژه بخش مربوط به خروج نیروهای نظامی از عراق و توسعه همکاری و گسترش آن در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و تجاری مورد تاکید قرار گرفت. الکازمی و هیئت تحت ریاست مکگورک همچنین مسئله همکاری در زمینه بهداشتی و مبارزه با همهگیری کرونا و کمک در راستای ارائه پشتیبانی برای بازسازی و توانبخشی برخی نهادهای بهداشتی عراق را بررسی کردند این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا پیشتر از سفر هیئت مذکور به کشورهای امارات مصر اردن و عربستان سعودی از اول تا هفتم ماه جاری میلادی برابر با یازده تا هفده اردی بهشت برای دیدار با مقامات ارشد این چهار کشور عربی خبر داده بود اهداف آنها از این سفرها گفتگو و رایزنی درباره برخی مسائل مشترک و رویدادهای منطقه و همچنین روابط سیاسی اقتصادی فرهنگی و امنیتی بلند مدت میان واشنگتن و شرکای منطقه ای عنوان شده بود بدون آنکه به سفر این هیئت به عراق اشاره شده باشد